ميشيل. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی از اینکه از بنده دعوت کردید که در این بحث شرکت کنم. عرضم به حضور انور گرامیتون که در خصوص الو بله بفرمایید دکتر. در خصوص معنای محبت که بله. مبحث اصلی این برنامه هست و محبت آل بیت رسول گرامی اسلام، اگر بزرگواری بفرمایید بنده اجازه میخوام یک چارچوبی رو برای صحبتمون داشته باشیم و معنای در حقیقت محبت و مفهوم اون رو به لحاظ شرعی بدونیم به چه معنایی هست. بله بفرمایید. در حقیقت محبت به لحاظ در زبان معنایی معروف و مشهور داره که احتیاج به هر حال توضیح و تفسیر کلمه محبت نیست. بله. اما به لحاظ دینی معنای اون چیه؟ در شرع اسلام معنای محبت معنایی فراتر، افقی وسیع‌تر داره از بله. اون معنایی که ما در عرف میدونیم. مثلا من به فلانی محبت دارم، خب بله. این معنای عرفیه بله. کلمه محبت هست و واژه بله. محبته. اما در شرع اسلام کلمه محبت و اون اصل محبت به هر حال والاتر و فراتر از این ادعا هست بله. و بنابراین معنای محبت از مجرد صرف میل طبیعی محب نسبت به محبوب بالاتر هست بله. بالاتر میره و بله. بنابراین محبت خداوند، برای مثال محبت خداوند متعال و رسول گرامی اسلام و بله. محبت مؤمنین و همینطور محبت شریعت اسلام بله. اموری هستند فراتر از تنها میل طبیعی انسان بدان. من این رو توضیح بیشتری خواهم داد. بفرمایید. در حقیقت جانبی از اختیار و تکلیف نیز در اون باید ملحوظ باشه. به مفهوم دیگه محبت شرعی تنها اظهار دوستی و ارادت از روی وجدان انسانی نیست، بلکه در حقیقت شامل علاقه و محبتی میشه که با وجدان و عاطفه و عقل و اراده و عمل باید متجانس باشه. بله. یعنی تمام این امور رو باید شامل باشه، یعنی در حقیقت عمل قلبی و عمل جواره که جزء مهمی از ایمان هست محبت. و همینطور که میدانیم ایمان، همینطور که حضرت عالی و بینندگان محترمتون مستحضر هستند، ایمان به معنای گفتار راست و کردار و قول و عمل است. یعنی ایمان این چنین نیست که ما فقط بگوییم من ایمان آوردم و تمام بشه، نه بله. ایمان گفتاره و کردار، ایمان قول و عمله بله. گفتار قلبی و تصدیق اون گفتار قلبی با عمل بله. عمل و گفتار نباید با هم دیگه متغایر باشن بله. بنابراین تصور این که محبت رسول گرامی اسلام صرفا تبلور یک نوع میل طبیعی و ارزم وجدانی انسانها نسبت به آن بزرگواره، این تصور صحیحی نیست. این جزوی از محبت هست اما صرف اون نیست، چرا که این همان گمانی که برخی ها رو دچار تفریط و در اتباع آن بزرگوار میکنه. یعنی که سنت رسول گرامی رو ترک میکنن، شریعت و تحاکم به رسول گرامی اسلام رو ترک میکنن و حتی در تأدب و اظهار ادب به رسول گرامی اسلام. یعنی ممکنه این افراد هنگامی که نام رسول الله رو حتی پهلوی یعنی نزد اونها ذکر بشه، اینها حتی متأثر بشن. ممکنه نام بزرگان حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو بکر، دیگران رو نزد اینها ببریم متأثر بشن، اما این تأثر در حقیقت نشانی از محبت واقعی نداره. محبت پیامبر اسلام اطاعت و فرمان برداری اوامر و تمسک به سنت اون بزرگواره، این حقیقت معنای محبت است. رسول گرامی اسلام در حدیث صحیح، بسیار صحیحی که در صحیح مسلم آمده بله. میفرماید کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا بله. تمام امت من وارد بهشت میشن. خیلی زیباست این حدیث.
کل امتی یدخلون الجنه، همه امت رسول گرامی اسلام وارد بهشت میشن. سبحان الا من ابا، مگر کسی که ابا کنه، خودش مگر نخواد. کسی که نخواد. قال یا رسول الله و من یابا، به پیامبر فرمودن ای رسول خدا چه کسی ابا میکنه که بره تو بهشت؟ بهشت، بهشتی که آرزوی همه انسان هاست، همه مؤمنین که برن بهشت. و من یابا یا رسول الله، چه کسی ابا میکنه؟ قال من اطاعنی دخل الجنه، کسی که از من اطاعت بکنه وارد بهشت میشه. و من عصانی فقد ابا، و من عصانی فقد ابا، کسی که از من در حقیقت نافرمانی بکنه و اوامر رسول گرامی اسلام رو مد نظر خودش نده، در حیاتش، در زندگیش، در اقوالش، در کردارش، بنابراین این در حقیقت ابا کرده از رفتن به بهشت. خودش با دست خودش در حقیقت با ابا میکنه و نافرمانی رسول گرامی اسلام، و این معنای حقیقت، معنای محبت یعنی این. بنابراین اطاعت و فرمانبرداری لازمه محبت هست. در همین راستا به، اگر اجازه بفرمایید، به سوره آل عمران آیه مبارکه 31 اشاره میکنم که خدای تعالی در این آیه میفرماید قل ان، این آیه در حقیقت به صراحت اشاره میکنه به معنای محبت. بله، آیه چند لطفا شماره آیه؟ سوره مبارکه آل عمران. بله. آیه 31. آها، بفرمایید. الله سبحانه و تعالی در این آیه میفرماید قل ان کنتم، یا محمد، ای محمد قل، بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر ادعای محبت الله رو میکنید، ان کنتم تحبون الله، اگر میگید ما خدا رو دوست داریم، ادعای محبت خدا رو میکنیم، فتبعونی، پس از من تبعیت بکنید. ای محمد، این رو به مردم بگو. بنابراین ببینید چقدر جالبه، لازم و ملزوم هم دیگه هستن. کسی که ادعای حب و ادعای محبت خدای تعالی رو میکنه، باید خود رو ملزم بدونه به تبعیت از سنت رسول گرامی اسلام، به تبعیت از آن بزرگوار. و در جواب این، خدای تعالی جواب این محبت رو چجوری میفرماید؟ در همون آیه میگوید یحببکم الله، خداوند هم شما رو دوست میداره. اگر شما تبعیت از سنت رسول خدا بکنید و نشان بدید که واقعا خدا رو دوست دارید، خداوند هم شما رو دوست داره. و برای همین یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناه های شما رو میبخشه. والله غفور رحیم، که خداوند غفور رحیمه. بنابراین همونطور که بنده عرض کردم، معنای محبت معنایی فراتر از محبت ظاهری. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در معنای حب چنین میگه. بله. امیدوارم که بتونم ترجمه صحیحی از کلام اون بزرگوار ارائه بدم. حب و محبت اصل همه اعمال حق و باطل است. بله. محبت اصل و اساس اعمال دینی و غیر دینی است. اساس اعمال و کردار دینی حب الله و رسول است، کما این که اساس اقوال و گویا گفتار دینی همچنین تصدیق الله و رسول است. بنابراین این دو عمل که در حقیقت اعمال و گفتار باشه، این دو عمل عظیم قلبی که محبت و تصدیق هست، لازم و ملزوم یکدیگر هستند. چرا که محبت اصل و اساس همه اعمال بدنی و تصدیق اصل و اساس همه اقوال ایمانی است. بنابراین محبت الله سبحانه و تعالی و رسول اون بزرگوار نه فقط در حقیقت در نمایش آن محبت و اظهار آن، ما نباید فقط نمایش بدیم و اظهار بکنیم که بله ما خدا رو دوست داریم، بله ما اهل بیت رسول، بله ما حضرت علی رو دوست داریم، این رو ارائه بکنیم، اما در حقیقت چنین نباشه. این محبت سنگ بنای ایمان عملی است. حب الله اصل و اساس توحید عملی است. که بزرگ، اگر مستحضر باشید، خاطرتون باشه، ما در جلسات گذشته به دو نوع توحید اشاره کردیم. بله. گفتیم توحید علمی و توحید عملی. توحید عملی سنگ بناش محبته، و همون محبت هست که در حقیقت بالاترین و بالاترین انواع و مراتب توحید رو شامل میشه، که همون خشوع و استسلام محبوب، که همون خداونده. و در این مقابل ما به اصل شرک میرسیم، که اگر کسی محبتی که برای خداوند باید این رو انجام بده، این محبت رو به غیر خدای تعالی در حقیقت
ارائه بکنه و برای غیر خداوند اون کرنش و اون عبادتی که شایسته است رو انجام بده، این دوچار شرک شده. خدای تعالی در سوره بقره آیه 165 میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. سبحان الله. بنابراین محبت اینجا حد فاصلش مشخص میشه. ما نباید افراد رو آنچنان که خدا رو دوست داریم دوست داشته باشیم. همان کاری که برای خدا قراره بکنه، ما قراره برای خداوند سجده بکنیم، برای غیر خداوند سجده بکنیم، برای قبر سجده بکنیم، نزد قبر بریم و تصور بکنیم این صاحب قبر ما رو عرضم به حضور انبر گرامیتون میتونه به خدا نزدیک بکنه. یا اینکه دعا و ادعا که خداوند میفرماید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، نه محمد، نه علی، نه ابوبکر، نه عمر، نه عیسی، نه مریم، ادعونی مرا بخوانید، الله رو بخوانید، استجب لکم، من اجابت شما رو میکنم. اما این در حقیقت محبت باید این چنین باشه، یحبونهم که حب الله، آنچنان اینها رو دوست دارن که خدا رو دوست دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، این صفت مؤمنین هست جناب آقای هاشمی، صفت مؤمنین این است، والذین آمنوا اشد حبا لله، در حقیقت حب خداوند رو بر حب هیچ احدی، یعنی در حقیقت حب خداوند رو بر حب تمام آنچه که هست ترجیح میدن. بله. خب دکتر فکر کنم مطالب رو در زمینه محبت خدا جزای خیرتون بده واضح و کامل بود. در این باره حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه دفعه تکرار فرمودند و این حدیث هم در صحیح مسلمه و حدیثی کاملا صحیحه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که من شما را گوشزد میکنم، به شما یادآور میشوم اهل بیتم. برای اینکه ربط بین محبت و بین گوشزد کردن به اهل بیت توسط رسول خدا صلی الله علیه و سلم را چگونه توجیه و تفسیر می‌فرمایید؟ عرضم به حضور انور گرامیتون که این حدیثی که فرمودید حدیث کاملا صحیح است که عرضم بله که مسلمان‌ها این حدیث رو تاج رأسشون، تاج سرشون دارن، قبول دارن. این حدیث صحیح هست و در صحیح مسلم همونطور که حضرت فرمودید ذکر شده. بله. اما برای اینکه ما معنای این حدیث رو بفهمیم، اتفاقا من این حدیث رو مقابل خودم دارم و خدمتتون این حدیث رو میخونم. اما این حدیث اجزای دیگری هم داره که اگر اجازه بفرمایید من اجزای دیگه این حدیثی که بسیار مهمه به اون جاهای دیگه ارزم به اون اجزای دیگه هم اشاره بکنم و بفهمیم اهل بیت چه کسانی هستند. بله. وقتی که حضرت عالی میفرمایید که خدا و حضرت رسول فرموده اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه بار این عبارت رو رسول خدا تکرار میکنه. بله. چه کسانی هستند که رسول خدا میفرماید اذکرکم، من شما رو به اونها در حقیقت به اونها رو یادآور، شما رو یادآور اونها میشم، یعنی که به اونها رو دوست داشته باشید. در حدیثی که ذکر فرمودید در صحیح مسلم آمده است که انطلقت انا، این حدیث از یزید بن حیان روایت شده. درست. که ایشان و حسین بن صبره و عمر بن مسلم نزد زید بن ارقم میرن. فلما جلسنا الیه، هنگامی که نزد او رسیدیم گفتیم یا زید لقیت خیرا کثیرا، تو خیلی خیر زیادی نصیبت شده. رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، رأیت رسول الله، رسول الله رو دیدی، سمعت حدیثه و غزوت معه و صلیت خلفه، حدیث او رو شنیدی، با او غزه کردید، به جنگ، به کارزار رفتی و پشت او نماز خوندی. بله. بسیار خیر نزد تو آمده، یا نزد یعنی شامل حال تو شده، یا زید لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، حدثنا یا زید، به ما بگو ای زید چه چیزی از رسول الله شنیدی. بله. بعد از این زید بیان میکنه که میگه قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطیبا فینا، یعنی رسول الله نزد ما خطبه ای را خواند. بله. بما یدعا خمن، که در منطقه ای که به نام غدیر خم مشهور هست، بین مکه و المدینه، بین مکه و مدینه، فحمد الله، حمد خدا رو گو، اثنا علیه و وعظ و ذکر. اما بعد، الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، یعنی ممکنه مرگ من فرا برسه، رسول خدا که ازم به حضور شما، رسول خدا که همان
کسی است که روح من رو قبض میکنه بیاد